آزاد باید گردن. جمهوری اسلامی و این منصورانشون که اونجا هستن باید بدونن ما اجازه نمیدیم هوشمند علی پور و هوشمند علی پورها اعدام بشن. اگر قاسم سلیمانی در خیابانهای بغداد جوانای عراق را به خاطر آزادی خواهی کشت، اگر مزدوران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تو خیابانهای ایران در آبان ماه 1700 جوان را کشتن، ما اینجا هستیم که بگیم سرنگونیتون نزدیکه و اجازه نمیدیم که جوانها رو اعدام کنیم. ما اینجا هستیم که مثل مردم ایران بگیم جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. ما مردم ایران و لبنان و عراق تک تک شما مزدوران رو به محاکمه خواهیم کشید، همونطور که حمید نوری رو در سوئد بازداشت کردیم همین بلا رو سر تک تک شما میاریم، بدونین که نمیتونیم جنایاتی رو که کردیم بدون مجازات بمونه. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. تک تک شما جنایتکاران که مطمئنم صحبتامو میشنوید با دوربینای جاسوسیتون، این رو بدونیم که تک تک شما به خاطر جنایت علیه بشر در طول 40 سال حاکمیتتون، در طول 40 سال کشتن مردم نه تنها در ایران، در خاورمیانه، در عراق، در لبنان، تک تک شما محاکمه خواهیم شد. این رو بدونیم هیچ دیکتاتوری در تاریخ ثابت نمونده و شما هم سرنگون خواهیم شد. این رو بدونیم که شما باید جوابگوی مادر سهیل عربی باشین، مادر پروین محمدی باشین، مادر آتنا دائمی، آرش صادقی باشین، مادر هوشمند علی پور، مادر زانیار و لقمان مرادی که اعدامشون کردیم باشین. این جنایت شما بدون مجازات نخواهد مون. ما اینجا نماینده نه تنها مردم ایران، مردم لبنان و عراق و تمام دنیا هستیم که جنایات شما رو بدون جواب نخواهد گذاشت و همه با هم میگیم که جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، جمهوری اسلامی مرگ فرا رسیده. هوشمند علی پور آزاد باید گردن، 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 زندانی سیاسی آزاد باید گردن، زندانی سیاسی آزاد باید گردن، حکومت شکنجه سرنگون سرنگون،